سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز خیلی رسمی براتون یه دونه اپیزود داریم راجع به مدرسه و روی خدی که برای رو داریم از اتریش یه آقای 16 ساله که میخوام خودشو معرفی کنه بچه باش و راجع به مدرسه امروز میخوام صحبت کنیم من رادم تقرم... آر... یه تقریبا دسامبر 2019 واسه کریسمس اومدم پنج روز آخر بود آره الان سه سال و دو سه ماه این طور الان تو اتریش خب اول بگو بیدم تو اتریش مدرسه باید به زبون آلمانی باشه یا چه زبونی آره آره به زبون, آره آلمانی تا یک سال خود مدرسه واسط کورس میذاره که بتونی زبان یاد بگیری. الان شما تو یه سال چقدر یاد گرفتی؟ چقدر احساس راحتی می‌کنی؟ خب اوایلش خودم اصلا نمی‌خونم. تو یه سال یاد گرفتم بعد مشکل این بود وقتی یاد میگرفتی بعد مثلا میرفتی داخل کلاس بعد اونجا مثلا یه لول دیگه دوباره شروع کردی خود به خود یاد گرفتم یعنی <مزنجز> فکر میکنی بلدی, بلدی ولی وقتی میرفتی اونجا میگیری که نه یا چیز جدید باری یاد میگیری آره. آره خب کلا اوتیش چطوری یه خب خور توضیح بده من تا حالا اوتیش نبودم یه جای کوچولوه اوتیش اوتیش آره اوتیش تقریبا یه کپی پیس کوچیک همون آلمانه یعنی تقریبا آلمان کوپی پیس خب پس شاید الان از آلمان بهتر باشه نه چون آلمانی خوده. قاطی شده زیادی ولی اتریش هنوز کوچیک مونده باشه یا نه تا, جای... تا جایی که خودم فهمیدم آلمان جای بهتریه برای پیشرفت اتریش جای بهتریه برای پول در آوردن یعنی راحت میتونی پول در بیاری فرقشون اینه الان کارم میکنی اما... یا نه فقط مدرسه نه من کار من بابا بابام زندگی الان مدرسه در حال حاضر بعد مامان بابا هم موو کردن یا نه فقط خودت موو کردی؟ خب نه من اول بابا ممت... بعد تقریبا چهار سال خودم هم اومدم آه پس تنهایی رفتی بعد الان دیگه دیگه, دیگه اونجا و سه چهار سالم هم درس میخونی بعد پلنت چیه واسه آینده میخوای چیکاری بشی؟ پلانم واقعا بیزنس چون واقعا حس اینا نرم نوع صبح بلنشم بدم سر کار شیشه بعد از برگردم تا بخوام به زندگی برسم شده ده شب بخوابی دوباره صبح بلنشم خب ولی ناشده ای. شیشه صبح بلنشی تا دوازده شب کار کنی؟ خب بیزنس آره جوریه که یه چیزی باید بذاری توش وقت تو بذاری زحمت تو بذاری اطلاعات تو داشته باشی دربارش بخونی یاد بگیری ولی خب جواب میده یعنی چیزی نیست که جواب نده آره درست بدون سواد نمیتونی بهش برسی یه سوادی باید بذاری اولش یه ایده خوبی بذاری و همه چیزش حالا برای میکشی ولی به جای خوب میرسه برای این سوادش به نظرت مدرسه اینو باید یاد بگیره یا خودش یاد بگیره یه به نظر من جفتش تقریبا شاید من نمیگم اصلا حرفم درسته هیچ تعصبی هم نرم بگم من درست میگم اشتباه باشه واقعا قبول میکنم چون من من تازه اول زندگی من نمیدونم چی درسته نمیدونم چی غلطه میفهمم من فقط در حد نظر خودم میدونم خب من به نظر من مدرسه خوبه ولی مثلا تا لولی که مثلا تو رو یه خورده به نشون بده دنیا در چه وضعی و این یعنی به نظر من بعد از های سکول بعد از دبیرستان دیگه هیچ احتیاجی به مدرسه من نمیبینم از دانشگاه یه جای پول حروم کردن وقت تلف کردن و باعث میشه که از نگید عقب بیفتی حالا اینو توضیح میدم انرژی که یه بچه 18 ساله تا 25 ساله داره مثل چیز میمونه مثل تورنیدو میمونه گردباد میمونه بچه وقتی که تو اون سنو هستش نمیدونی چه انرژی داری بعد به نظر من 18 تا 25 اون 7 سال اندازه مثلا 20 سال میتونی تو اون کار کنی توی اون 7 سال اگه اون 7 سال تو بذاری پشت کار انگار 40 ساله شدی ولی اگر اونو انرژی رو درس بخونی یا 25 جای بیرون 25 تا 30 انرژی یه ها نصف میشه شاید هم کمتر پس تکنیک 10 سال داری با نالج ولی میایی توش که حرفیه که ایشون میزنه که در واقع میگه آقا امکانش هست با این میکس کردن این دوتا به بیشتریت برسی که خیلی هم درسته چرا چون تو به راجع بیزنس باید آیدیای بیزنسی داشته باشی تو باید مثلا مغز بیزنسی داشته باشی من وقتی بچه بودم اونم مدرسه دوستام از سانه یه گاز زدم بعد گفتن که وای چقدر این خوشمزه است مگه چی کام میکنه مامانت برافتم به مامانشون گفتم مامانشون رو درست کنه من گفتم پس من یه چیزی که اینا ندارن اونم به خونه گفتم مامان میشه تو صبح که برای مساج درست می‌کنی به جای یه دونه چهار تا درست کنی گفت چرا گفتم چون میخوام بفروشم بچه ها خیلی دوست دارم گفت اوکی اون من دیگه چهار تا درست میکرد ولی یه آدم دیگه تو پوزیشن من بود این کار نمیکرد اگر اون آدمی هستی که ساندویچ مامان تو میفروشی یعنی نه میفروشی یعنی عقلت میرسه که این کارو بکنی یعنی اگه نکنی مهم نیست اینی که عقلت میرسه مهمه عقلت میرسه به این چیزا میتونی خود یه بری توی کار و توی اون انرژی رو استفاده کنی خیلی میتونی گنده بشی ولی اگه عقل بهت نمیرسه باید بریسی یاد بگیری که توی اون زمینه بری جلو مثل ویدیو پارسا که اگه نگاه کرده باشین خب پارسا اومده رفته کار کردی از کار به جای نمیرسه میشه رئیس مغازه به هیچ چی نمیرسه رفت درس خون الان داره عشق زندگیشو میکنه هر روزم میتونه قوی تر بشه حالا نظر تو چیه آقا من خودم هم یه فکری دارم مثلا بیزنس توری یه مقداری خودم مثلا دقت کردم تو این چند وقت مثلا من خودم الان تقریبا نه ماه ادیت میزنم مثلا ادیت موزیک ویدیو یه مقداری یاد گرفتم مثلا یعنی واقعا صبح تا شب ادیت میزدم اصلا کلا مغزم سرویس شده بود یعنی کلا صبح تا شب مغزم تو ادیت بود خیلی خوب مثلا آره خوب بود ولی بدم بود یعنی مثلا تو, تو زندگیم به جای رسیده بودم یه کار می میکردم مثلا آب از دستم میافتاد میخواستم شیفت و زد بزنم یه, یه فریم برگردم بر. یعنی مغزم دیگه کار نمیکرد یعنی اینی که میگم مثلا واقعا جدی دارم میگم یعنی واقعا اگه جایی به بعد دیگه مغزم نمیکشید یه وضعی بود کلا مثلا چند وقت پیش یکی تقریبا هم چند روز پیش بهتر گفت میخوام ادیتو شروع کنم میتونی کمکم کنی مثلا گفتم بیا به من یه پولی بده من مثلا الیتو تو دو ماه مثلا چیزایی که بدر بخوره مثلا میام بهت یاد میدم یه مقدار فکر کردم با خودم گفتم باشه دوستمه ولی خب چرا دلیلش چیه گفتم خب دوستمه دوست دوسته چی گفت خودم. گفت این حالا مرامی رفاقتی داشت این همه با هم نمیدونم گیم زدیم اشکرم گفتم خب باشه خب منم باید بیام اون گیم زدیم حال کردیم هم تو حال کردیم هم من اینجا من با هم وقت هم بذارم هم خودم رو خسته کنم تا تو یه چیزی یاد بگیری تازه به زندگی خودم نرسنم نرسم خب چرا من این کارو کنم چیزی تازه برای من جذابم نیست ادید یاد گرفتن تو اصلا برای من چرا باید جذاب باشه خب حالا من چیزی میخوام اد کنم چیزی تجربه خودم این کاری که رادمه کرد تمام آدم وقتی میشنون میگن عجب آدم م... خب ولی اگه تو بیزنس میخوای موفق بشی این یکی از فوتای کوزگری موفقیت تو بیزنسه اگر این عوضیه این این فکره که آقا دو دو تا چهار تا ولی من چیزی دارم که تو نداری من میدم چقدر زحمت کشیدم دو تا چهار تا نمیفهمی باعث میشه عقب بیفتی کسایی که این شخصیت رو دارن تو بیزنس میرن بالا واسه همین اون لحظه من خودم کسی بودم که همیشه اگه بلد بودم به دوستام یاد میدادم گفتم می نرگ من بعدا به تو یاد میدم تو چیزی بعدی به من یاد بده خیلی همیشه چیز بودم راحت بودم و همیشه برگشت و منو از یعنی منو نمود هیچ وقت واسه من سود نذاشت یعنی یک بار نشد من به این آدمی که مثلا یه چیزی یا یاد دادم اون آدم یه کمکی به من بکنه هیچ وقت هیچ وقت شد بیزنسمو بدوزه آیدیامو هم بدوزه همه اینا اتفاق افتاد یعنی اونورش همه چی اتفاق همه جور اتفاق افتاد ولی یه نفر شما مثلا من 20 نفر 30 نفر دو خیلی قوی یاد دادم یک دونهشون یک بار یه کاری نکرد که به من سود بده مثلا اگه مثلا میگه الان به دوستش میومد یه مجانی یاد میداد بعد دوستش معروف میشد و اینا بعد اگه مثلا 4 سال دیگه میگفت آقا میشه یه ویدیو واسه من ادیت کنی میگفت 5000 دلار میگیرم بابا من که خودم بهت یاد دادم باش اون چیزی تو من یاد دیدی الان انم نی من خودم از اون اینو اینا یاد گرفتم ولی مردم کلا دوست دارم همین همه کارو من کردم مثلا اینو من موافقم با این کاری که کردی آفرین که گفتی آقا من پولمو میخوام اگر نه نه وقتمو تلف کن نه چی نه انتظار داشته باش نه اگر میخوای بدی رو بده چرا که نه یه چیزی هم بگم اینم یادم رفت من مثلا اوایلی که شروع کرده بودم خب یه مقدار نمیدونم واقعا به چه دلیلی مثلا به دوستان مثلا نمیدونم چرا واقعا نمیدونم دلیلش الان نه بدم بیاد دوستان پیشرفت کنن ولی مثلا خب چرا من باید بیام علی که اونا رو محکوم کنم بگم تا هم, هم باید با من پیشرفت کنی دلیلش چیه چرا اصلا باید این بگم نه اصلا این یک ای اشتباه که, که منو بیناموس کرد واسه هیچ وقت این کار نکنید فقط فکر خود, داشت او... اوایل میگفتم بدارش مثلا دو ماه بود مثلا ادیت میزدم مثلا بیسیکو یاد گرفته بودم یه مقدار پیشرفت کرده بودم مثلا ویدیوامو به نشون میدادم این داستانم اومدم مثلا به دوستان میگفتم تو هم بیا شروع کن به یاد میدم بعد مثلا یه مقدار دیدم من به همه دوست دارم کمک کنم همه رو یه مقدار یه ای بذارم جلو راشون که پیشرفت کنن ولی کسی این کارو نمیخواد برای من کنه یعنی مثلا من هیچ کسی ندیدم یه چیزی داره یاد میگیره بگه تو هم بیا با من یاد بگیر هم. من می تو زندگی دیدم بقیه چی میگن مثلا به بقیه چیزهای خوب رو میگم مثلا شما هم یاد بگیرین من هم یاد بگیرم با هم یاد بگیریم مثلا فکر کردم این خیلی چیز خوبیه آره منم آرزوم اینه که کاش آدما اینطوری بودن یعنی چیزی خوب به هم یاد میگیرن ولی اینجوری نیستن اونوری اتفاقا فقط چیزهای بد و به هم دیگه میگن بر همین اخبار فقط خبر بده چون خبر خوب که مهم نیست هم خوب میدن که او او البته اینو میخوام بگم اول به یا, اول, ب... یا اول ویدیو بگم ام... تقیق... کسی آشنا چیزی تو ترکیه داره من خیلی متاسفم برای این زلزله که اومده و این به قول معروف میگن امکان تا 7500 نفر آدم حتی کشته شده باشه خیلی وحشیه 7500 نفر عدد خیلی بالاییه واسه زلزله واسه این... فکر میکنم داخل ایران خوی هم کشته نمیدونم دقیقا شهر کسی... یا شهر بلایی سرشمانده زلزله اوه اوه می آره دیگه بغل بیاد اینجا میاد ولی در تایی کسی که دوستانی یا آشنایی کسی سر اومده به رو تسلیت از طرف معروف دور آره خاصه میگم اخبار نه همه فقط ببینید نگاه کنید رو خبر بده یعنی هیچ وقت آدما کار خوب دوست هم به هم شیر کنن از اون ور چیزی که پیدا میکنه که میدونه خوبه میخواد برای خودش فقط نگه داره چون ارزش میبینه توش مثل اینکه مثلا پول پیدا کنی رو زمین اگه پول رو زمین پیدا کنه نمیدونه بده به دوستت بگی میخواد نسش بگیری من کارو زمین پیدا کردم 50 دلار بود اگه 25 دلار بود من همینقدر خوشحال میشم که 50 دلار پیدا کردم واسه بیا دفتمون خوشحال شیم این کار نمیکنی دیگه یه وقتی میری ویدیو یاد میگیری دو ماه وقتی منم میذارم تو داشتی ای بابا آه از اول آقای ادیتور هر چی فوشونت در بیا چون برادرمون 16 ساله است نمیخواد تو این ویدیو اصلا فوش مش باشه نه 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 مشکل نداره بابا متفقا ویدیوهاتو میبینه میگه خیلی باحال <laughs> اتفاقا بهش گفتم میخوام با سهل اقتصادی حرف بزنم گفت بهش بگو اگه شد منم باید صحبت کنم دیگه اینو باید با امین با تصمیم بگیریم ما من تو این ویدیو بگم به دا داستان چیز ما شروع کردیم برای بیزنس کانسالتیشن یعنی صحبت های بیزنسی یکی مثلا میخواد خارج از کشور بیزنسی را بندازه فکری داره و اینا خب من تا حالا مثلا شاید سی چهل تا کمپانی متفاوت داشتم خب از مثلا وارد کردن چندم خاویار از ایران کار کردم تا جوراب از ترکیه تا سطل آشغال از چین تا مثلا آواکادو از کلمبیا تا نمیدونم انقدر کار متفاوت انجام مثلا عروسی مثلا من مینداختم میدونی این وسایل عروسی رو جا نمیدادم یه کاری کردم که اصلا باور کنی مثلا این خیلی جای متفاوت من اطلاع دارم و اتفاقی که افتاد خیلی ریکوست شروع کردن گرفتن که مردم کمک میخواستن آقا من می‌خوام یه بیزنس بزنم کمک بده من می‌خوام بعد خب منم سعی می‌کردم کمک کنم تا جایی که می‌تونم بعد دیدم خب مثلا مثلا علکی فقط یارو مثلا تو تخش چیزی فکر کرده گفته و اینا ما به خاطر اینکه بخوایم اینا رو تمیز کنیم یه دونه فی گذاشتیم از این به بعد که روی اینستاگرام هم گذاشتم کسی میخواد بره ببینه چقدر میگیریم برای هر سشنی یه پولی میگیریم واسه میشیم یک به یک میتونیم راجع به بیزنس صحبت کنیم هر جای دنیا باشه کار میکنه چون فرقی نداره چون بیزنس بیزنسه <متصفح> خب بعد دیگه برام از آتیش بیشتر بگو بهترین غذای سوسیس دنیا رو که میدونم شما دارین و آب جو آب جو نمیتونی بزنی نه ولی سوسیس هر مثل این که توپول به بخوری خوری این که من نیستم من خودم بنر یوتیوب هم گذاشتم هوموفوبیک بعد الان دیگه به ما بودن و این نسان این بده واقعا آخه خیلی خوشمزه است من یه بار توی فرودگاه بودم اونجا بعد فقط تونستم یه لیوان آبه جو بخورم با فکر کنم چهار تا سوسیس خوردم بعد دهتم باور کنم کدوم خوشمزه تر است آبه جو خوشمزه است آبه جو یه آبیه که مزه یه خوره الکل میده بعد که میخوری بعد چند دقیقه میشی آبجوش از آب سیب خوشمزه تر بود بعد سوسیس بعد من نمیفهمم که چرا این لامصب نیست هیچ جای دنیا یعنی من اینجا رفتم تو لیکورستور پنجاه مدل آبجو خریدم که تو آلمان ساخته شده روش آلمانی نوشته بعد میارم اینجا میخورم از چجوری اون آبجویی که شما تو کشورتون دارین هیچ جای دنیا نیست و اون سوسیسی که تو کشورتون دارین هیچ جای دنیا نیست من نمیفهمم ولی واقعا چقدر خوشمزه است آره اتفاقا یه آبجو بگم اینو نمیدونم به بابام یه دفعه شانسی گفتم گفتم این سر اسمش معروف شده میخوای بگیری امتحان کن خورد بعد خودش رو نشون داد درصد الکل خیلی پایین تر از آبجو معمولی بود ولی گیرایش اصلا شدید آبجو کرونا فکر میکنم بود من کرونا آبجوی بود که میخوردم وقتی که مشروب میخوردم آره کرونا آره. 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 خیلی خوب دیش. بود فروختش الان به کمپانی بادوایزر آره اونم یه مدت همه جا بودش الان هم هنوز هستش در واقع بعد کرونا خیلی مار آره اصلا کرونا بس مدرسه ادرسه رسیده به آبجو خب حتی همینه دیگه بحث مدرسه میگم مدرسه به خود وقت طرفه من هیچی تو مدرسه یاد نگرفتم که بدنم بخوره در این لیول به مثلا من یه مشکلی که دارم با مدرسه اینه مثلا من مثلا برای مثال میخوام ریاضیدان بشم مثلا میخوام برم جایزه ریاضی رو ببرم مثلا یه همچین به من چه ربطی داره که زنبور تغذیهش چیه ملکش چیه این به من هیچ رفتی نداره من میخوام آقا بنویسم دو اضافه دو چاره دیگه زنبور چی میخوره اون چرا باید به من رفت داشته باشه آره من اینو نمیفهمم میگفتم مغزتو باز میکنه میگفتم خب واخه من نمیخوام مغزم باز بشه راجب زنبور مثلا من واقعا نمیفهم من واقعا اصلا می... چون میگم که هر کی میشه راجع به آدم با شعور میشه راجع به صحبت میکنه میگه مدرسه صد و خورده سال پیش دیزاین شده مثلا 140 سال پیش دیزاین شده بعد 140 سال پیش تا عوض نشده مدرسه وقتی دیزاین شده واسه این شده که آدما رو آماده کنه و برن تو کارخونه کار کنن الان دیگه اصلا داستان اینجوری نیست دنیا خیلی دسته در... خی کمی تو کارخونه کار میکنن چون همه چیز ربات میشه و به زودی 100 درصد ربات میشه یعنی يعني... من, مد... مد... من یه مشکلی که با مدرسه دارم اینه که یعنی مثلا کلا این بیسیک رو توش میبینم یعنی میبینم مثلا اینا دارن میفرستن سمت اینکه که بری کارمند بانک مثلا بشین آره بلی بقیه همون کارمند بانک هم میفرستنه نه بهت کاستومر سرویس یاد میدن نه یه کلاس هایی که مثلا سلام خوب هستین خفش هم حالا سگ آه نه ناراحت نباشین که مثلا یاد بگی وقتی میدیم مثلا تو نه به یه دونه مثلا کامپیوتر که چرختی کار کنی که حساب کتاب بانک رو بندازی یه دونه یعنی اگر من میخوام بانک بفسن تو بانک چیزا بانک بد یاد نمیدم واسه این مدرسه کاملا احمقانه است بعد تو همه چیه اون بانک رو الاغ الاغ باشی توی پنج روز میتونی یاد بگیری میدون اونجا این دکمه این کار میکنی که کلا 75 دکمه هست من مثلا من یه مشکلی که دارم اینه واقعا این یعنی مثلا مدرسه مثلا من از بچگی مثلا میگفتم من یه روزی میخوام پولدار باشم من یه روزی مثلا میخوام بی ام و که نه مثلا میخوام فراری داشته باشم الان مثلا مثلا میگفتم مثلا فراری مثلا ده تا ماشین فراری داشته باشم ده تا مثلا بوگاتی مثلا یه همچین چیزی بود دیده بچگی این من مثلا متوجه شدم سه چهار ماه پیش با یه کسی صحبت کردم اسمش سهیل اونم اتفاقا دمشون. اونم بعضی وقتا ویدیو <applause> تو باش میبینی اونم بعضی وقتا میگی با حال این دستان سوال این سلام صحبت کردم که اونم مثلا اونم مثلا من تو این چند سالی که رفته بودم مدرسه هی فکرم بسته شده بود یعنی فکرم رفته بود سمت این که یه زندگی بی خطر داشته باشم مثلا هشت صبح بیدار شم تا هشت نیم مثلا قهوه‌مو بخورم صبحونه بخورم ده صبح مثلا برم سر کار شیشه بعد از ظهر برگردم خونه یعنی مثلا من اگه همچین طرز فکری اومده بود رو ذهنم از اونی که برد. میخواستی مثلا ده تا بوگاتی داشته باشی آفرین آفر. دقیقا یعنی مثلا من همچین طرز فکرم اصلا کامل عوض شده بود یعنی این تو این چند سال مدرسه روم تاثیر گذاشته بود حالا بذار اینو بگم بگو 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 این بود که اصلا کلا ایده هام یادم رفته بود که من آقا من مثلا میخواستم ده تا فراری داشته باشم چی شد اینو اصلا کلا یادم نبود یعنی چشمم روی این بود برم یه مدرک بگیرم برم نمیم کارمند بانک بشم یه همچین حالتی با سوالی که حرف زدم این ایده دوباره اصلا کلا برگشت یعنی اصلا کلا یادم رفته بود اینو مثلا با سوالی که حرف زدم اون مثلا مثل من بود این ایده دوباره برگشت دوباره زنده شد که یادم افتاد بابا من اصلا نمیخوام برم کارمند بشم من اصلا علاقه ندارم چی میگی یعنی همچین حالتی بود مدرسه خیلی به نظر من ایده ها رو میکشه حالا جایی که بگم راجعه مدرسه یارو بود ثابت میکرد مدرسه بده بعد میگفت نه کن من سال 2004 میام نه میگو سال 2000 میام تا سال 2020 میگو فرض کن سال 2000 تو میخوای به دانشگاه سال 2000 داغ ترین چیز توی دنیا ای بی بود ای بی همه چی همه چی راجع به ای بی بود خب تو میای میگی اصلا فرض کنم یه دانشگاه وجود داره که ای درس میده تو میری توش راجب کامپیوتر میخونی و ای بی و اینترنت و اینا چهار سال میای بیرون 2004 که اومدی بیرون دیگه ای مهم نبود چون آردی انقدر زیاد شده بود و میلیون نفر توش بودن دیگه اصلا می‌خواستی وارد امکان پذیر نبود ولی سال 2000 میادی الاغ هم بودی الان یعنی چیزی شده بودی سال 2004 چی مهم بود فیسبوک فیسبوک اصلا همه دنیا جو فیسبوک بود خیلی خوب پس تو الان ایبی خوندی اومدی دو راجع فیسبوک هیچ هیچی بلد نیستی پس باید, باید همه چی خود یاد بگیری دیگه بعد چهار سال قبل به هیچ ارزش نمیخوره حالا فرض کن سال 2004 میافتی مدرسه همه چی فیسبوک 2004 به مدرسه 2008 میای بیرون 2008 دیگه فیسبوک مهم نبود چی مهم بود اپ اپ استور اپل بعد 2008 می... تو اگه 2008 می‌رفتی مدرسه که 2012 بیا بیرون اپ بنویسی دیگه 2000 یک بیلیون اپ بیرون بود و 2012 یک بیلیون یعنی از هر هفت نفر یه دونه اپ واسش نوشته شده بود بعد 2012 که به دانشگاه با... اومدی بیرون چی بیارون مهم بود اینستاگرام بود بعد 2016 چی بود مثلا چه می‌دونم تسلا بود بعد 2020 بود اسپیس اکس بود, بود. بعد تیک تاک بود انقدر تکنولوژی فست شده ده. تو هر چهار سال به چهار سال داری یه قول عوض میشه قبلا یه کمپانی نفت می اومد 45 سال هر که دو نفت بود پول در می آورد واسه می توانید تو ایران که ما بچه بودیم همه میخواستن چیز بشن آرکیتکت بشن همه میخواستن خونه بسازن تا اگه نقشه کش بودی پول تو رو نقش بود می یه نقشه میکشیدی میلیون میلیون پول می گرفتی الان یه مثلا دوستایی دارم که از ایران همین ایده خوب بزرگ شدیم میگه رفتن خارج درس خوندن اومده الان کانادا مثلا رفتن به ساعتی میگن حقوق بهت میدیم ساعتی 15 دلار همبرگر بریم مکدونالد برگردونی بهش 15 16 دلار بهت میده بعد مکدونالد بهت میده دندون پزشک هم بهت مثلا میده اون یارو چون شخصی بهت انم نمیده واسه همین خیلی جالب بود این حرف من... حرف یارو واسه من که میگه آقا اگه تو بخوای بری درسم بخونی که بخوای با درست موفق ترینا بشی موفق ترینا که تو این چیزا بودن و تو این چیزا تو از درس موفق بشی واسه همین درس میتونی موفق ملو بشی که همینی که دوستمون میگه هشت بلند شی به این سر کار شیش به خونه زندگی سالم داشته باشی بعد از ده سال هم برسی به یه فراری هم داشت میتونی بخری ده, ده از... سال که نه با پول بانک هیچ کس بعد ده سال نرسید به اون فراری نه بانک آره نه. آخر عمرش طرف دیگه داره میمیره لبه گوره رسیده به این بی ام وی من آرزوم یه روزی بخرم داری که آرزون برآورده شد <applause> نه خدای آقا حالا بدین هم به عد کنم حالا که گفتیم من خودم واقعا آرزون بود یه ماشین مثلا خوب بگیرم که با حال خفن باشه وقتی گرفتم این اول بذار بگم یه بارشم میرفتم یه جایی یه خیابونیه که خب بغل خونم خیلی توش زیاد میری وایستاده بودم یه یارو اومد بغلم دقیقا هم ماشینش رنگ ماشین مازارتی خودم هم بود یه بود عین ماشین من بود در واقع که الان دارم بعد دستش هم یه دونه رولکس بود روز آفتابی عینکش هم زده بود اینجوری نشسته بود داشت موزیکش رو گوش میداد من نگاش کردم گفتم نگاه کن خوش به حالش یعنی الان چقدر این آدم بعد مثلا صبح که بلند میشه خوشحال باشه که اینه بلند میشه رولکسش رو میندازه میشینه تو مازارتیش داره میره تو روز آفتابی اشغال بعد چهار سال بیا جلو چهار سال بعد من خودم تو همون کوچه هم. توی مازاراتی با عینک با, ساعت رولکس بعد دارم راجب یه پولی که بعد به یه جای بدم توی یک خونه ها از خونه سقفش خراب شده دادن که نه سقفش آسانسورش میخوان عوض کنن یه میلیون و صد هزار دلار خرجشه بین ساختمون ها خ... تق... تقسیم میشه من چون خونه اونجا خیلی بزرگه دو تا ساختمون حساب میشه برای من باید دو برابر پول بدم همه باید مثلا 16 هزار دلار پول بدم من باید 32 هزار دلار پول بدم بعد صبح این خبر اومده که باید پول من پول رو بدی منم الان پولا ندارم بدم بعد داشتم مثلا شاکی بودم که مثلا فلانم تو این زندگی و چرا اصلا چرا اون سقف تخم می‌رسن چرا رفتیم این خونه می خونه گرفتیم کاش اون وریا می‌گرفتیم من تو این بحث و خودم بودم بعد یه بغیشون بغل نکردم میگم یه پسر جوون داره منو با حسرت نگاه میکنه گفتم هولی شد من خودم اون بودم چهار سال پیش فهمیدم این یارو تایید دنیا شده. من الان کاش جای اون بودم اون خیلی راحت تر بود نه نه با این دیدم که من نباید این واسه همین وقتی که بهش رسیدم هیچ چیز خاصی نیست هیچ چی. فقط در روز باحاله در روز مردم هی میری بیرون میگی یکی من نگاه کنه یکی من نگاه کنه چه کسی من نگاه نمیکنه بعد از ده روز به جون مامانم میگه داش نگاه میشه بعد گفتم چرا من داره نگاه میکنه خودم تو آینه نگاه کردم مثلا چیزی رو صورتم دیدم نه گفتم شاید مثلا آشنا آشنای بعد فکر پنل اوه چون سوار مازراتی هم داره یارو من نگاه میکنه خب سخن یادم رفته بود برای همین خیلی جالبه تا توش نیستی فکر میکنی خبریه وقتی توشی هیچی نیست یه نفر خیلی حرف قشنگی زد گفت این راهی که به تو رو به موفقیت میرسونه خوشحال کننده است نه مقصد یه مثال مثلا کوه وقتی کوه میری بالا اون راهشه که قشنگه وقتی میرسی به اون تش دیگه تموم شد دیگه که رسیدیم به تش دیگه تموم شده دیگه چی رو میخوای ببینی الان دیگه جذابیت چیه بالای پایینا داری میبینی آره این خیلی جالب این, خیلی حقیقت حقیقته به نظر من وقتی آدم بزرگ میشه مشکلاتش هم بزرگتر میشه یعنی حالا میخواد از لحاظ مالی باشه یا از لحاظ زندگی کلا کلا از هر لحاظ به نظر من وقتی آدم داره بزرگتر میشه توش درسته. از لحاظ سن نیست از لحاظ مثلا داخل پول در آورده مثلا تو بیزنس داری بزرگتر میشه کار به نظر من سختی هاشم خب بیشتر میشه دیگه آره بعد ببین هدک های احمقانه مثلا من که دارم تو خیابون رانندگی میکنم من خیلی قبلا مشکل اینجوری زیاد داشتم که یه تلفن میزد تمام روز تو میریخ به هم وسط مهمونی بود یه تکس میومد که نمیتونی جواب ندی بعد میرفتی چون چندی تو کمپین داره با هم روان میشه و حواست به با همه چی باشه و الان که الان من هیچ چی ندارم خب من فقط ریلکس ریلکسم من گفتم من فقط چیل باشم الان تمام دنیای من یوتیوب خیابون که مثلا از ما میبینم مثلا میام یه دونه کامیون برمیگرده و اینا میگم کامیون به جهنم که مثلا برگشت ولی الان دو سه نفر رفتن یه نفر که صاحب کامیونه که فردا و پس فردا قرار داره بعد به جنس پیکاپ کنه نمیتونه حالا بره حالا بعد زنگ بزنه اونا رو به اونا پولشون رو پس بده جریمه بهشون بده کامیون هم نداره بعد توی کامیونه مثلا چه درمون باقالی بود ریخت زمین این باقالی‌ها رو یکی صاحب منتظر این باقالی برسه الان مثلا نصف وسط کارم باقالی رو لازم دارم باقالی دیگه نمیرسه حالا باید به دوباره باقالی پیدا کنه تو این اصلا به وقت اینو میبینم یا میبینم اصلا شش نفر یه جوری بگار رفتن که تو هفت روز آینده قراره به قول معروف تقاس پس بدن و من خودم جزی یکی از آدم بودم و خودم کشیدم بیرون نمیدونی چقدر خوشحاله همیشه هم بچگی میگفتم گفتم آقا من نمیفهمم آدمایی که فقط کار میکنن تا آخرین روز زندگیشون مثلا میدی یه پیر مرد نشسته تو میتین که میخواد یه ساختمان بسازن میگن خب برای چی داری این کارو میکنی تو سگه هفت تا سال دارن چرا نه مثلا بچه‌ها تو بعدا ببری اسپانیا حالو هول بکنین بعد بریم اون یکی مسافرت بعد بری کیش بعد بری ترکیه بعد حالا هول بکنین واسه چی دارین مقد میتینگ اومدی دیوونه ای ساعت هفت صبح چرا این کارو به خود میکنی چقدر میخوای پول در که چی بشه من همیشه گفتم آقا من روزی به پولی برسم که بتونم بخورم بخوابم زندگیمو بچرخونم میکنم الانم تقریبا به اونجا رسیدم کشیدم بیرون با زمین خیلی راحت دارم با سخم میکنم هیچ نوع سردردی ندارم و توی 25 سال گذشته ساعتم زنگ نزده من از خواب بیدار کنه من یه چیزی اضاف کنم اونم اینه گفتی طرف اصلا تا هفتاد سالگی هنو داره کار میکنه اینو اتفاقا یه مثال جالب بابام خیلی برام زد فکر کنم پنج شیش ماه پیش این طورا بود اونم این بود که گفت یه شاهی یه شاه خیلی پولداری بود بعد زنش میمیره بعد خیلی ناراحت میشه چون زنشو خیلی دوست داشت بعد میاد براش یه, یه چیز خیلی قشنگی درست کنه برای خاک سپاریش که مثلا این همیشه دیگه بمونه یه چیز خیلی قشنگ مثلا یه اتاقه که خیلی قشنگ این داستان هم احرام سلسان. بعد... ام... آره بعد داخل این داستان که چقدر قشنگ باشه چقدر خوب باشه چقدر دقیق باشه چقدر مثلا زابیاش درست و تمیز باشه انقدر تو این داستان فرو میره که کلا یادش میره اینی که دارم انجام میدم برای اینه من بگم این زن رو دوست داشتم نه برای اینکه بگم این قشنگه میافته تو چیزمون آره, آره، کلا یادشون میره نیومدن هم کلا کل زندگیشونو رو حمالی کنن بیافتن ببینن اومدن پول لر بیارن زندگی کنن این داستان یه مقدار یادشون میره دیگه یه جایی آره این خیلی جالبه واسه همین میگم اگه زندگی تو درست پلان بکنی مخصوصا تو سن تو تو که الان جوونی اولین کاری که باید بکنی برو فیگرات باید بکنی که تو چه سنی میتونی شروع کنی استاک خریدن الان باید یه استاک کم کن باز کنی به اسم بابات شروع کنی توش پول گذاشتن ماهی نه ماهی هفته ای هر چقدر دلت میخواد باید بذاری ولی باید یه مینیموم بذاری و بگیم مینیموم سی یورو من هفته سی یورو میذارم تو این حسابه اگه هفته خوبی بود بابام به هم ایدی داد نمیدونم توپ قلقلی داد نمیدونم رفتم کازینو با دوستان بردم نمیدونم مامان بزرگم برام پول فرستا روز زمین پول پیدا کردم شرط بندی کردم دوستم اومد بهم به گفت ادیت بهم یاد بده گفتم 200 یورو بهم به بده شور داشته باشی که بفهم که هفته پیش این 220 رو نداشتی از این یه پولی بگی به اضافه رو 25 بذار روی این حسابه ظرف 20 سال اون حساب میرسه به نزدیک 1.5 میلیون دلار بعد از اون 1.5 میلیون نه نمیخواد چیکار بکنی اون 1.5 میلیون یورو بهت ماهی 5000 یورو پول میده بشین تا آخر عمرت با 5000 یورو زندگی کن اون 1.5 هم داره میره بالا بعد از هفت سال میشه سه میلیون بعد از هفت سال میشه 6 میلیون بعد اون 5000 دلار هم داره میره بالا یعنی همینج با تورم اون هم میره بالا بعد چند تا خرج خونه شده 10000 دلار الان داری 10000 دلار میگیری واسه همین میره بعد یه پول گنده تو بانک داری 6 میلیون دلار میتونی بری نسبت به اون پول پول قرض کنی میری به بانک میگی آقا من 6 میلیون اینجا دارم اینو قرض میذارم بهم 6 میلیون قرض بده میگه اوکی اون شش اون شیشونه میریم بری باش کار میکنی یا میزای جیبت میخوری از این در دو تا که داره پول میاد بهره اونو میدی این 6 میلیون هم اضافه میکنی رو اون پوله مثلا اون 6 میلیون میشه 12 میلیون بعد 10 هزار دلار میشه 20 هزار دلار ماهی یه شبه خودت کاری نکردی واسه هم اگه باهوش باشی اه خورده نه خیلی چهار تا ویدیو من کنی یاد میگیری خبری نی چرا؟ چون... یه چیزی شیزه... میسنم بگم بعد از این آره چون وقت مهمترین کار داستانه نه اطلاعات و تو الان تو 16 بهترین جایی که میتونی باشی خب بگو این بود که من یکی از بیزنسی ترین فکرهایی که دیدم خودتی یعنی چند وقت پیش تو یکی از ویدیوها گفته بودی که پسرم الان داره زبون چینی یاد میگیره خیلی ها مثلا به چشم این نگاه میکنن خوب که چی چینی هستم برای چیشم اگه میخواد بره چین زندگی کنه ولی یه مقدار مثلا دقیق تر نگاه میکنی میبینی نه این برای این نیست بره چین زندگی کنه یا هر دلیل چرت و پرتی این دلیل همون بیزنس هست که بقید. نصف اقتصاد دنیا دست چینه یعنی مثلا من اینو خودم هم اول دقیق متوجه نشدم بابام مثلا بهم در گفت گفت در سرویس عجب آدم باوشیه گفتم چرا خب دلیلش گفت این دلیلش اینه نصف اقتصاد دنیا الان دست چینه آره من تندلیم این بود البته اینم بگم نتونستم و یعنی پاشو نتونست یاد بگیره چهار سال کلاس رفت و نتونست یاد بگیره هیچی نتون یاد بگیره خیلی زبانشون سخت بود پاشام توی زبان خیلی خوب نبود به خاطر همین یک سال کشیدمش بیرون دیگه خیلی هم ناراحتم خیلی ناراحتم شاید واسه مومو شاید واسه مومو سعی کنم خوب برای حال کرده باشین اینم یه اپیزود بود مدرسه و مدرسه اوچیش همتون دوست دارم امیدوارم همه بتونیم یه روز سوسیس های اوتیشو بخوریم چکس چه <applause> سوسیس